Prezidenti Cumhuriyeti Tacikistan asos guzari sulh o vahdat-i milli peshvoi millat muhtaram Imom Ali Rahmon. بسیار قصر فرهنگی باشکو زیبا ارزنده مردم شریفی جماعت دیهات کنگورت همدیاران عزیز پیش از همه خرد و بزرگ دیهات کنگورت را به افتخار 30 سالگرد استقلال و آزادی وطن ما به مامان صمیمانه تبریک میگویم مقصد سفر نوبتی ما به کنگورت شناسایی پیدا کردن با وضع زندگی مردم این موضع باستانی و جریان کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان می باشد. دوری که مشاهده می گردد این دیار باستانی از برکت استقلال از نو جوان، زیبا و بسا دلکش و جالب شده است. موافق معلومات تاریخی و باستانشناسی کنگورت در مدنیت پایانی کنگورتوت 5500 ساله برابری سراز یکی کارای با اتشافی را در آنجا علیمی های روس ما دعوت کردیم کار کردن یک زمانه باز با وی ماندن او را ادامه دادن در کار و مدنیت بالای آن که در عهد برینجی تشکل یافته است 4700 ساله می باشد نام کنگورت از واژه های قدیمه باختری و سعودی ترکیب یافته معنای دیار پهلوانان را دارد کند شهر گرد پهلوان موافق معلومات مخصای تاریخی و اثرهای محققان کنگورت از کلمه های کند یعنی شهر و گرد یعنی پهلوان یا بزرگ ترکیب یافته است طبق گفته های عالمان و دانشمندان و معلومات از چشمه های معتبر کنگورت هنوز از زمان های خیلی قدیم زادگاه شخصیت های معروف علم و عرفان و دانشمندان صاحب مکتب بوده است و در حدود آن هنرمندان و پهلوانان زیاد عمر بسر بردند. نام کنگورت باری اول سال 1221 در سالنامه تاریخ نگار اتم ملک جوینی تاریخ جهانکشایی ذکر گردیده مؤلف این سر چشمه از دلیری و قهرمانی مردم این کواندیار که به مقابل اجدویان یعنی چنگیز خان تا واپسی نفس برای خاک وطن خود استادگری و جانساری کردن معلومات داده است این واقع تاریخی دلیل قهرمانی ساکنان یک گوشه سرزمین تاجیکان بر ضد اصلاحگران بوده نام این دیار باستانی و قهرمانی مردم آن را در تاریخ ملت ثبت نموده است قابل ذکر است که به این صحنه تاریخی در سال جشن 30 سالگی استقلال دولت تاجیکان رسا 800 سال پر می شود طبق معلومات سرچشمه های دیگر تاریخی از ابتدای عصر 16 تا آخر عصر 17 شماره زیادی تاجیکان هموارنشین به کنگورت و بلجوان و مومن آباد آمده در این موضع ها مقیمی شدند.
همین کوشش قوم های نیاگان ما بر رشد دوباره کوهستان ختلان و رشت زمینه مشاهده فراهم آورده است. در مأخذ ها ذکر شده است که علم و معارف در این دیار باستانی در نیمه دوم عصر 19 و ابتدای عصر 20 در حال بسیار پیشرفته قرار داشته است. در آن سالها در مدرسه های کنگور غیر از علوم رسمی دینی همچنین علم های هندسه، ریاضیات، کدکاری، حطاطی، مهرکنی و دیگر هنرها نیز تعلیم داده می شدند. علاوه بر این گفته های نیز معروفند که در طول دورهای دراز بهترین مدرسان و طالب علمان مدرسه های اساسی شهرهای بزرگ منطقه از جمله نمایندگان کنگور بودند و شاگردان کنگورتی با آن مدارس بدون آزمون قبول می شدند. اگر در زمان دورنی در زمان اگر شوروی گیریم مکتب اینترنت آلمان پایان تری ساده می گذارم. از زمین مکتب اینترنت خیلی دانشمندان بزرگ تاجیکستان در اینجا تربیه یافتند، به وای رسیدند در سطح جمهوری و در سطح اتحاد شوروی، صنعتکاران بهترین و کمال رسیدند از زمین دیار، از زمین دیهات کنگور و بودن غیر پهلوانان و دیگر شخصان معتبر نیست بسیار ایجاد هم کردند. مبارزه آزادی خواهانه مردم کنگورت از جمله شورش های خالی کنگورتی، میری ندیر و نظیر پهلوان در دوران تیره و تاری امیران منقید اولین تلاش های آزادی و استقلال خواهی مردم ما بودند. فرزندان معروف کنگورت از قابل شاعر و عارف بزرگ حاجی حسین کنگورتی، شاعری خلقی بابا یونس خدای دادزاده در ادبیات آخر عصر 19 و ابتدای سده 20 کریم شوش، فتح آدینه و ده ها نفر دیگر در رشد و پیشرفت ادبیات و موسیقی و آوازخوانی خلقی و کسبی و دیگر بخش های حیات فرهنگی خلقمان سهمی ارزشمند گذاشتند. همین کاری کرده گیره ما نمیگیم که یک سال دو سال سه سال میشد چهار سال برده با تا آخر وی رساندن در کار حاضر بعضن جاها را راه ها آب دیگر مکتب کسلخانه وی معیا کرده ما در کار خیلی بعضن این شاعت هایی که برای خودی زیبنده با خودی همین نام و تاریخ و فرهنگی همین دیار است باید بنیاد کرده شود آباد باشد. کسی آمد با شما رحمت میگوید، احسان میگوید، با وای میگوید. سلام علیکم. ولی سری خسار راه کرده ایستادیم از بلجوان تا سری خسار و شاید جای تا حضرت سلطان ای چل دختران با امیره چل دختران روید ما بازن وای نمیکنیم امروی فرزندان بینین از جای تاریخی دیدن کنین منظرهای زیبای تاجکستان را دیدن مدرکار رفت آمد روز شی سیاهیشی جای کاری میشد درآمد میگیره مردم زیدگی میشد آبادی میشد بسیار دولت ها ایسای بیر سیاهان درآمدی بود جیچان آبادیشان از زمین ایساب است. ما هم شرایط معیو کردن مدرکار منظرهای زیبا دارد کنگر بینید جای تاریخی هم دارد خودی کنگور تو تا اگر علیم های وی قطعی وی کنن جای ارکیالوگی کافتکو است برای سیاهان این چیزها بیشار. در سفری که من در فرانسه داشتم یادگاری های تاریخی تاجیکستان نمایش گذاشته شد برای سه ماه در اونجا ادامه میابد. وقتی که پریزیدنت فرانسه قطعی مایشتاک داشتیم در برای نمونه های مصوره های از شهری باستانی سرعصب و دیگر یادگاری ها گذاشته شدند و اون چیزی که از انگلیه از موزیه آوردن از تخت سنگین دریافت شدگی است باز یافته اوکس نام دارد. کس رو به حیرت میگذارد این تاریخ و تمام دلیل های قدیمه بودن ملت تاجیک را نشان کسی با این ما بحث کرده نمیدار این سوایبی کردن مونده کار آموخته مونده کار دانستن مونده کار. من برای چی فروغ صبح دانایی تاسیس دادم؟ ما برای چه که تاجیکستان وطنی عزیزی من وای کردم
اینا برای بیدار کردن نه ای که نورسان و جوانان و خودی مردم ده. این تنها یک شعرخانی نیست. خواندنی که رو آوردن به کتاب این چی است؟ این بالا برداشتن سطح معرفتناکی مردم. معرفتناکی یعنی سوادناکی هم در همینجا شامل میشه. سوادناک ملت چقدر سوادناک باشد دولت هم قروش ترقی میکند. قصر فرهنگ جایی که چهارمین های بگذران نباشد مردم گاه گاه در روزای وقتی من از جمعواری حاصل دیگر هم جمع می شود گذراندن نکن. یک قصر فرهنگ برای یک کنسرت نیست، برای تولک و دایره نیست. هر گونه چهارمین های معرفتی گذراندن ممکن. در عصر بیستم در حیات کنگور مثل دیگر نوایا و موضی ها دیگر گونه های کلی به عمل آمدن. در این روند 23 نویبر سال 1930 کنگور به نایه تبدیل داده شده علاقه در سالهای چیلوم احالی آن بیش از 38 هزار نفر را تشکیل می داد. سالهای 1348 با مقصد رشدی سایت بختکاری اکثر مردم کوهستان تایشتان از جمله کنگور به وادی های کلاب، دنگره و وحش کشانیده شدند. در نتیجه مهاجرکنی احالی نایه کم گردید و 15 سپتامبر سال 1953 نایه کنگورد برهم داده شد. رشد دوباره اقتصادی و اجتماعی کنگورد به شرافت صاحب اصطلاح آغاز گردیده و حالا قریب 19 هزار نفر اهالی کنگورد عبارت از 2354 خانواده در هیئت دو دیهات کنگورد و حسین آباد زندگی دارند. قابل ذکر است که مؤسسه های تعلیمی کنگورد با شاگردان خود شهرت زیاد دارند و در این منطقه دوردست کشورمان بخصوص در مکتب اینترنتی نامداریان ده ها نفر شخصیت های شناخته تعلیم و تربیه گرفته امروز نیست در ساحه های گوناگون حیات مملکت صادقانه خدمت می نمایند و صاحب احترام و آبرو می باشند. حالا در مکتب اینترنتی کنگور تمامی شرایط ضروری برای تعلیم و تربیه بودو باشی شبانه روزی و استراحت و فراغت خوانندگان مهیا کرده شده است. امروز کنگور دارای راههای زمانهایی بناهای بناداشانه انشاعات زیادی خدمترسانی بازار معاصر بیمارخانه نوآیوی و کارخانه های استحصالی میباشد. زراعتکاری چارواداری باغ و تاک پروری زنبوری اصل پروری و پرنده پروری شغل مردمی این محل میباشد. چنان که از تحلیل ها برمیاد نشان دهنده های زحمتی کشاورزان دیهات کنگور سال به سال بهتر شده ایستادند. متخصصان میدانند در کجای که همین دلانه روید در آنجا انگوری نغز می شود سیبی نغز. بینید تنهای تپه را باز آنجا همین از یاد دلانه خوب هستند به آب به ایچی یعنی باغ پروری هم کردن در کار جای کاری می شود هم صادرات کارخانه کارکردی خورد کرده هیچی نباشد ریزه که نیتون خاک خداش میگه پولی تپا تیار نه پرتوی تاگی ویده ناشکری کردن در کار نیست ریزه میکنی باید شاید یا هفته آدم خاک میکنی خاک شده میگیری خریدار خداش میگه در خونه هنر یکم که هنر آموزی کردن مونده کار نمیتونی باز آموزی کردن مونده کار اونایی که هنرمند است شاگیر تیار کردن مونده کار حتی کتبانوگی هم هنرمندی است هنرمند هر کس کتبانو شده نمیتواند این هم تیار کرده مونده کار آماده کرده مونده کار که هر یک آیله هر یک فردی که زندگی میکند از 12-14 ساعت بالا یک هنر داشته باشه دیخانی هم این هم هنر است هر کس دیخان شده نمیتواند باغ پرور شده نمیتواند یا که زنبوری اصل پروری از خدیم دوری شورای ما میدونیم از زنبور اصل پروری من خواجگی بدم زنبوری اصل پرور از کنگر میبردیم که اینا متخصص هستن از پروری از زمان شورای از پای بهترینی جاتای بهترینی از پی تاجکی در خدیم منامین دیواتی کنگر بود باید گفت که در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجکستان در حدود دیهات کنگور یک قطار انشاءات و بناهای زیبای زمانی بنیاد گردیدند. قصر فرهنگ حالا که ما در اینجا حضور داریم در دیه کنگور برای 600 جای نشست، تالار و میدانچه ورزش در حدود مکتب اینترنتی دیه کنگور میمانخانه و طربخانه یکچند مرکزی معاصر خدمترسانی کارخانه استحصالی پایافزار من یه روز دیدن کردم سپارش هم دادم چند نفر جای کاری کرده؟ 90 نفر 90 نفر 90 دایله صاحب نام
یک نیم هزار دو هزار سومان معاش میگیرند. اکثریا بانوها باز. هم پایاف زال دوزی هم لیباش دوزی. دو تا کارخانه. حاضر ما آشانه سیمش هم با یک چیل پنجا تا جای کاری میکنی. رحمتی کلان من میبیل براری هم شده است. بیست تا جای کاری هم باشد. همون سپارش دادیم. مرکزی سلامتی، مغازه فروشی مساله ساختمان، مرکزی سی آشانه تجارتی، کارگاه سی سالی مکران و مساعت مکرانی به انجام رسانیده شده امروز مورد استفاده قرار داده شدند. ماه اپریل سال 2015 با درخواست زنان و دختران کنگورد من به رابریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دستور داده بودم که در اینجا کالج طبی بنیاد کرده به استفاده داده شود. امروز بنای نو بنیاد کالج برای 250 نفر افتتاح گردید. دخترا بانوات ما سپارش دادن که برین امتحان سورین داخل شین. ولی نویه تیمور ملیک، نویه بلجوان، نویه خوارین. سه نویه ما 250 کس جدا کردیم میشود جای ناس. علاوه به کارهای تا امروز عملی گرده حالا ساختمانی چندین انشاءات دیگر از جمله مرکز تجارتی، حوض شناوری، میدانچه ورزش و بنای نوی بنگاه طبی ادامه دارد. هنرمند بودند کار. یک شخص 100 کسب و هنر کم است. بینتون در همین جماعت اونایی که آهنگر هستند آهنگری میکنند زندگیشان چقدر است؟ عمری با برکت میبینند کار میکنند. در تمام جمهوری من میبینم است. یا که دوریدگرا یا که در تلویزیون هستن هنرمند وای نیستن زندگیشان پیش یک از موتور نیست. همزمان با این کارهای تعمیر و از نو سازی بنای مؤسسه تاسیسات میونای رقم 3 و باغچه کودکانه رقم 2 با مبلغ 4 میلیون سومانی برا به انجام رسانیده شده بیرون از نقشه 4 بنای تاسیس گردیده ساختمان یکشان انشاءات علاوگی و بسیار کارهای آبادانی سازندگی اجرا گردیدند. علاوه بر این تعمیر و تجدید 17 کیلومتر راه داخلی دهه سفر بایان، راه میان دهه های دولت شایان، چوراق، سوده، راه داخلی دهه های گذری تار و آب شیرین که بیش از 10 کیلومتر آن را اسفالت پوش گردیدند، اینچنین کارهای سالم مستحکم کنید در دریای طاهر و کشیدن خط آب نوشاکی به دهه آب شیرین به انجام رسانیده شدند. در مجموع در دیوات کنگورد از 48 انشاءات با در نظر داشت انشاءات و بناهای علاوگی به نقشه گرفته شده تا امروز 43 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 52 میلیون سومانی به استفاده داده شده در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمان در حالت انجام یابی قرار دارند. از فرصت مناسب استفاده برده با همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه، فرزندان وطن دوست مردم کنگورد که در جاده آباد و زیبا گردانیدن این گوشه وطن محبوبمان سهم گذاشتند، سپاس و منتداری صمیمی بیان می نمایم. باور دارم که روند نیکی آبادی کنگورد باستانی من بعد نیز ادامه می آمد و صاحب کاران و سرمایه گذاران به تشکیل کارگاه و کارخانه های نوی سی سالی و رشد هنرهای مردمی برای پیشرفت دیار خود و فراهم آوردن جایهای نوی کاری باز هم بیشتر سعی و تلاش می کنند. در آخر تمام مردم زحمت دوست میهمان نواز دیهات کنگورد را به مناسبت جشن سی سالگی استقلال دولتی کشورمان تبریک گفته به هر یک خاندان این موضع باستانی تنصیحتی، فیض و برکت و برار کار آرزو می نمایم. دائما سربلند و موفق باشید. تنگیرم مرحمت. من ساکن دهه آب شیرینی جماعت دهات کنگورد ناحیه تیمورملک عبدالرحیم‌زاده شهلا جمعخان هستم. از خوشبخترین جوانان هستم که سال 2018 طبق کوات پرزیدنتی با غمخوری پدرانه شما و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده عین حال در کورس چهارم دانشگاه مذکور تحصیل نموده استادم. محترم پیشوای معظم ملت، تمام کامیابی و موفقیت های ما جوانان از برکت استقلالیت دولتی و سیاست جوان پرورانه شما است. غمخوری شما در حق جوان دختران دهات
شایسته تحسین آفرین بودند. در برابر من صدها جوان دختران طبق کوات پرزیدنتی صاحب معلومات گردیدند. محترم پیشوای معظم ملت، شما دائما تاکید می نموید که زن اگر در آیله باسواد باشد، فرزندان آن معلوماتناک و باسواد می گردند. در پیروی به این حکمت فیلسوفانه شما، ما جوان دختران کوشش می نماییم که علم زمان را از خود نموده وارث اصلی شما گردیم. من همچون یک جوان دختری ناحیه دوردست می خواهم بعد ختم دانشگاه و زادگاهم برگشته بهر حفظ سلامتی خلق و ملتم خدمت نمایم. بار دیگر قدم های مبارک شما را ای رهنمای جوانان، هدایتگر براهی راست، پدر مشفق و مهربان، پیشوای معظم ملت و سرزمین تاریخی کنگورد مرحبا میگویم. سلام آدوش. سپاس به توجهتان. سلام آدوش. خانه دخترم ناز خانه. السلام علیکم. سلام علیکم. سپاسگزار صلح وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، محترم جناب عالی. من سابقه‌دار مهنت شادیف منان هستم. در همین ملک تاریخی و بابرکت و باستانی کنگورد با کسب آموزگاری و خدمتی دولتی به نفقه برآمدم. من از خردیم شهد یتیمی را چشیده زمانهای ساخت کلخوزی و مشکلی های بعد جنگی قرن گذشته را خیلی خوب در یاد دارم. چند رفته ای؟ تولد 1944 خیلی خوش بوده حاضر های آموزگاری کدام فن رو فیزیک فیزیک های حاضر چی کار کرده ایسته این؟ ولی نفقه میگیرم نفقه؟ فرزندار هست شکر خدا چند نفر؟ هفت نفر فرزندار خانه دار کردین در دار کردین با بی شدی؟ البته عبیره در رسیدی یا چویره در؟ رسیدی عبیرهش در رسیدی همچون با پدر و همچون با بابا شکرانه میکنم که فرزندان ما در یک زمان پرفیض و ببرکت و صلح و آرامی که همه این با زحمات های شبانه روزی شما جناب عالی به دست آمده است زندگی کرده شدند. خونتان در کجا است؟ دوستی در تردم. خب در آیله با کدام فرزند پسرت هستی؟ یک فرزندم همراه مای همراه دان کلان همو نگاه میکنم؟ البته یاگه هست؟ هسته نگاه بین میکنم؟ نه برکا همینجا ساری چی نانشته کده آمدی پاگوی؟ یک نیمچینی شیر میشیده آمدم اصال قطی اصال؟ اصال هم داری؟ هسته پاگو بود برای هم زموری اصال پرایی رو هم میکنی؟ نه باغ داری؟ باغ هست درخت ها؟ خونه داری حولی دا؟ خونه دست تو حاضر از بازار یکون چی جناب یولی نمی خریم من حاضر انار باقی انار دارم انگور دارم حاضر در خانه حاضر هست چوروا دارین؟ چوروا هم همین بختانا می رسد؟ داریم یک گاو در خانه جناب یولی پروریش میکنیم یکون وقت بشیر جرغات مسکه زندگی چی کنه اسمالی؟ زندگی خوب است جناب یولی در همین زمانی که این قدر عبودی های این قدر چنجی های باید هیچ که نگه که من زندگیم خوب نیست تمام شرایط جنوبی اولی حاضر است همین کم تر اگر حرکت کنی کم تر بجنبی همه چیز هست همه چیز را میوی زندگی چهانه میگذارم فقط محنت کردن در کار فکر کردن در کار روح زندگی را جستجو کردن در کار که کلون روح قطعی مکتب های نوید میبینیم مکتب های نو ساخته استردان شرایط ها شما خویصا میکنیم مکتب های سالای پیش هم خواندگی تو هم تعلیم داده گیر جنوبی اولی من خودم آموزگار کار کردم دیگه کاروی دولتی را هم کردیم یکون آدم اگر ختم اومده قیزیق سلام کنه فقط از خاطر معلمیم سلام میکنه جنوبی اولی ما در مکتب مکتبی هشت میگفتم در همین کنگورد معلمی فیزیکا شده سالای 68 این طرف کار کردیم کاری که خدمتی که آموزگار میکنن نه پدر میکنن نه مادر کودک از خردسالی پیش معلم دمیتیم نه خوانده میتونه نه نوشته میتونه خیلی کجای باغچه باشد یک با کمتر بهتر
کی ادب میونزه کی کی سخندان میکنه سخنگو میکنه میگه که قریق به حیات مستقلانه اومداش میکنه کی اومزگار سلامتی را نگاه دار زندگی ناز است من خیلی جوان میمانی کریم با فکرم ناز نگاه میکنن شیر اساقی دو دو باشه ناز سلامت باشین جنوبی اگر زندگی چکل ناز باشد زندگی اویلوی عمری آدم اونقدر ببرکت میشه جنوب بولی در دویره در سوله بندن میلری او بروی روش دستوری از خندور رمزیست که دریوهای بزرگ از کوهای بلند جوری میشوند یا در سرگه همین دریوها یکون شخص بزرگ زندگی کرده است خداوند اون رو به نتیجه نمونده است در سرگه دریوی تویر مادر بزرگ تولد شده است که جنوب بولی شما رو به دنیا آورده است این یک جان تشکر من از نام همه کنسولانی کنگرد و از نام خودم دعا میکنم که جناب والی شما دائم سلامت و سربلند باشید سلامت باشید و مردم تاجیکستان دائم دعاگو و تکیگاه باشید سلامت باشید یک جان تشکر خیر قدم شما را به سرزمین بستانی کنگرد خیر مقدم میگویم همیشه پیشوای ملت هستید مونین یک اون سویابونی سلامت باشید یک جان تشکر چیزی که ما امکانیت داریم ما میکنیم میدونم این شاتایی که وزمین سخت ما شما دا وای نمیکنیم لیکن بعضا چیزایی هست که کردن میشه نه اونقدر خراجاتی وای خطی میشنیم مسئلات کنیم به شما میرسد بعد ما ورزشگاه را وای کردم و اینا همه تون جوان مردین ما اوجا گفتم که کنگورد یکم که شهری بسیار قدیم است تاریخش هم بعضا وای کردیم با اموختن دکن مسئله شهری پهلوانا که باشد از قدیم تالاری ورزشی نصب کنه پوشیده گوشتین گذرانه هر سال یک بار نه چند بار گذرانه هم در نوروز گذرانه باشکو هم با در جشن استقلالیت داریم دوامی سال ده دوستان عزیز برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جوان تشکر مردم با کار تعمیر کرده مونده کار که سرسان و سرگردان نشود میوه بسیار است از مردم میوه را خریده صاحب کارو خرید کرده گرفته دیگر جا ده یا صادرات کنند یا در حدود تاجیکستان برده فروشه وقتی از مردم میگیرین خرید میکنین مردم درآمد میگیره درآمد گیره زندگیش خوب میکنه ناز میکنه از خوالین چل دخترانو ما پیوست کردیم از سمت یعنی چکری که رای شما هست تا چل دخترانو میرویم این طرف حضرت سلطان این طرف حاضر ما کار کردیم ممکن یک نیم سال پس دیگر از بلجون تا سری خسار تا میما خانه کردگی همه شد سر راه خوشمانده است راه شروع کردگی دیگر آمد رفتیم سیاهان خارجی هم زیاد می شود سیاه های داخلی هم برای همین کوشش کنیم که سیمای دهات مثلا خدای کنگرد کنگرد تا بینای بلند آشانه سنت بلندی میماری قطی و ایتین بعضا چیزهای خدمت رسانی کردن در کار است آباد کنین بنیاد کنین بازار باشد بازار هم سطحی و در جاگو باشد یا دایما عمل کننده یا که دیگر باشد در چهار راه است بیشتر روز گفته مغازه من پای افزار براری دیگر بکنید آن کنین هم جای کاری میشد هم مردم وای است مردم از دیگر شهر نایه آمد اینجا یک جا خوراک میخورد هم آشخانه میدارید پولش هم میماند میرود ماه اپریل همین سال من مراجعه کرده بودم مردم شریفی تاجستان ده دایر به سال وزبین آمدنش برای احتیاط کردن دایر به استفاده مواد غذایی صرفه سرشتکاری همین باید آمدیم همین تا همین روز 35% در جهان نرخ مواد غذایی بالا رفت حاضر بون بین یا با سرعت بالا رفت حساب است در دوره تیرما زمستان بین یا نرخ در بازار جهان قیمت میشه چی قدر احتیاط کار باشه صرفه سشت کار استفکاری نکنیم کشت کار تیرمایی را وقتی که نام میشه صفت بلنقتی تخمای اعلی صفت رپرودکسیون کرد خورجگی دیقانی را یاردم کند کار مسیحات دادن در کار است که حاصل ناکی زیراتو را بلند بردارن بیشتر حاصل گیرن که زندگیشون را ناز کنن شما مسئله غلاکاری در نویا اومن تخمی پروری از زمان شوروی وای داشتین
حاصل نکرد. تخمیوی صفاتی بلند تخمی نباشد از بیرون واری کردن در کار است برای مردم. مسئله کووید با روسیه میدونه که چی وضعیت شده. از روز سیم تا هفته ما مسکو مخام میکنند. خودی شهری مسکو. 40,000 در قریب پر آمدن در یک روز. 1028 1030 نفر هر روز این رسمی داده ایستادن که وفات کرده ایستادن. رومینه ده انگلیه ده از نو با روزده است. احتیاط کردن در کار. فکری فرزندانتان کنین. فکری اهل اویلتان کنین. فکری همسایه فکری ملت کنین. به همه شما سلامتی میخواهم. خوشبختی میخواهم. خدای تعالی هرچی آرزوی آمال و نیتی نیکی که در قلبتان است در دل نیتتان است همه را نصیبتان گردانه. یک جان تشکر. سلام علیکم. یک جان تشکر. سلام علیکم.